درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. دونالد رامسفیلد، وزیر سابق دفاع ایالات متحده آمریکا، در کتاب خاطرات خود نوشته است که در هنگام حمله به عراق 200 میلیون دلار رشوه به آیت الله علی سیستانی داده شده است تا علیه نیروهای آمریکایی اعلام جهاد نکند و همچنین در سخنرانی‌های خود مردم عراق را به آرامش فرا بخواند و از آنها بخواهد که با نیروهای آمریکایی همکاری کند. بسیاری از کاربران در عراق با وایرال شدن این قسمت از کتاب خاطرات دونالد رامسفیلد گفتند که می‌بینید که روحانیون شیعه چگونه موجوداتی هستند که تنها در جهت منافع خود حرکت می‌کنند و انسانیت را به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسند. بسیاری از کاربران ایرانی هم در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با یادآوری اینکه علی سیستانی مرحوم روح الله زم را به قتلگاه جمهوری اسلامی کشاند گفتند که هیچگاه به یک آخوند اعتماد نکنید مگر اینکه دست از جان خود شسته باشید. در ادامه بخش‌های دیگری از کتاب خاطرات دونالد رامسفیلد را می‌شنویم که در آن از رشوه‌های هنگفت دیگر به روحانیون شیعه می‌گوید. در این کتاب آمده است که برخورداری از قدرت بی پایان است، ولی این قدرت باید بدون افشای حقیقت حفظ شود. او میگوید در زمانی در جلسه ای بودم، گفتم آقایان من مطمئن هستم که شما هم میدانید نیروهای ایالات متحده آمریکا در منطقه برای بهبود شرایط حضور دارند، اما مردم عراق اصلا این نظر را ندارند. در این میان شخصی به نام جنرال ویلسون بلند شد و به من گفت که آقای رامسفیلد، آیا می دانید که چرا این مردم از دیروز تا امروز تغییری نکردند و به هر کسی به سادگی اعتماد نمی کنند؟ به او گفتم که شاید دلیلش این باشد که بارها اعتماد کردند و جواب مثبتی ندیدند. ویلسون به من گفت که نه، این طور نیست. مردم دوست دارند به کسی اعتماد کنند که فکر کنند اگر اعتمادشان هم نتیجه دنیایی غلطی دارد، در آخرت باعث سعادتمندی و خوشبختی آنها می شود. به او گفتم من وقت این جملات فلسفی را ندارم. به من بگو چطور می توانیم این اعتماد را جلب کنیم؟ او گفت رشوه. آقای وزیر، رشوه. رشوه باعث می شود که هر چیزی از جای خود حرکت کند. هر جریانی به راه بیفتد. البته به شرط ای که این کار به طور مؤثر انجام شود. نه رشوه به هر کسی، بلکه سخنرانی ها و نصیحت ها باید طراحی شده باشد و مردم را در فضای صلح‌آمیز و نه از سر زور و اجبار نسبت به نیروهای ایالات متحده آمریکا خوشبین کند. شما کافیست یک بار این را امتحان کنید و با جلب حمایت مردم می توانید قدرت را در منطقه تثبیت کنید. رامسفیلد می گوید ما این را امتحان کردیم و دقیقا جواب داد. وقتی که به عراق وارد شدیم، مردم با آغوش باز پذیرای ما شدند. شاید ما می توانستیم صدام را به راحتی شکست دهیم، اما اگر مردم عراق با ایالات متحده همراه نمی شدند، نمی توانستیم به سادگی در خاک عراق حضور خود را ادامه دهیم. در همین راستا روزنامه اورشلیم پست روز جمعه سوم شهریور در گزارشی با اشاره به معامله پنهان دولت بایدن با ملاها در ایران، به ادامه سرکوب مردم در ایران و پشتیبانی نظامی رژیم جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ علیه اوکراین پرداخته است و پرسیده است که آیا ایران، افغانستان و عراق دوم برای ایالات متحده آمریکا توسط جو بایدن خواهد بود؟ اشاره این روزنامه احتمالاً به رشوه‌های پشت پرده‌ای است که سران ایالات متحده آمریکا در زمان‌های مقتضی به روحانیون شیعه و اهل سنت در عراق و افغانستان دادند
تا در جهت منافع خود حرکت کنند و به نظر می رسد که حالا توافقات پشت پرده ایالات متحده با رژیم جمهوری اسلامی هم با رشوهی بزرگ برای اشخاص رد بالای جمهوری اسلامی از یک سو و باج‌های بسیار هنگفت از سوی نظام به ایالات متحده آمریکا همراه باشد. در آستانه سالگرد خیزش ضد حکومتی در ایران، رسانه‌های بین‌المللی از زوایای مختلف به بررسی وضعیت داخلی و بین‌المللی ایران پرداختند و اقدام نهادهای امنیتی حکومت برای جلوگیری از شعله ور شدن مجدد اعتراضات خیابانی، از جمله بازداشت گسترده فعالان مدنی و سیاسی و احضار دانشجویان به کمیته‌های انضباطی در این رسانه‌ها نیز بازتاب پیدا کرده است. برخی دیگر از این رسانه‌ها دولت بایدن را به دلیل معامله با رژیم جمهوری اسلامی و همچنین نادیده گرفتن طیف گسترده از اقدامات ضد بشری علی خامنه‌ای، از جمله سرکوب مردم ایران و همکاری نظامی با روسیه در کشتار مردم اوکراین، به باد انتقاد گرفتند. روزنامه اورشلیم پست در گزارشی نوشته است که درست است که بعد از قتل حکومتی مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، رهبران غرب آن را محکوم کردند و در واکنش به سرکوب اعتراضات تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی اعمال شد، اما یک سال بعد در حالی که هزاران جوان ایرانی زندانی شدند و بسیاری از آنها شکنجه و برخی هم اعدام شدند، به نظر می‌رسد برخی شرکت‌ها و نهادهای مستقر در کشورهای دموکراتیک مشکلی برای کمک و حمایت از ملاها ندارند. روزنامه وال استریت جورنال در گزارش خود آورده است که مقامات جمهوری اسلامی در حالی در پشت پرده با ایالات متحده دست در دست داده‌اند که در حال دستگیری و سرکوب فعالان و تحت فشار قرار دادن شهروندان برای مقابله با تکرار اعتراضات ضد حکومتی و جلوگیری از نافرمانی‌های مدنی در آستانه سالگرد تظاهرات سراسری سال گذشته هستند. در این گزارش آمده که این اقدامات بیانگر نگرانی‌های زیاد در میان سران جمهوری اسلامی، زیرا نارضایتی‌هایی که منجر به اعتراضات سال گذشته شد فروکش نکرده است و شعله ور شدن مجدد آن کاملا محتمل است. وال استریت جورنال در ادامه می نویسد که در هفته های اخیر شمار زیادی از فعالان و منتقدان حکومت در سراسر ایران، از جمله در استان های کردنشین، بازداشت شدند و بسیاری از بازداشت شدگان زنان و دانشجویان هستند. در این گزارش اشاره شده که در ماه های اخیر بیش از 3000 دانشجو هم به کمیته های انضباطی فرا خوانده شده و تحت فشار قرار گرفتند تا وارد اعتراضات نشوند. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.